سلام به دوستان من تسلیت میگم به خانواده داغ خانواده داغدار و تسلیت میگم به کل ملت ایران که میدونم تک تکشون الان عزادارن اگر چه هیچ کلامی قادر به توصیف این مصیبت نیست مصیبتی که حدود 180 ایرانی عزیز جانشون از دست دادن و مصیبت بزرگتر این که اون کس و اون چیز و اون حکومتی که عامل این جنایت هست کماکان بر سر جای خودش هست سابقه جنایت داره و در آینده هم جنایت خواهد کرد و متاسفانه به هیچ کس و هیچ نهادی و هیچ قانونی جوابگو نیست حالا یه عده را افتادن که حکومت صداقت به کدوم صداقت مردم عادی نمیدونستن اما سپاه که از لحظه اول میدونست شلیک کرده دو روز تحقیقات برای چی من قسم میخورم اگر سراحت رئیس جمهور آمریکا نبود که اومد تو مصاحبه گفتش که ما تصاویر ماهوارهای در اختیار داریم که موشک ایرانی شلیک شده اگر نخست وزیر کانادا با قاطعیت نگفته بود که در اثر شلیک موشک این هواپیما ساقط شده اگر استرالیا و سایر کشورها نشانه های بروز نداده بودند که اطلاعاتی از اصابت موشک دارن من قسم میخورم که جمهوری اسلامی زیر بار نمیرفت کما که تا زیر بار هیچ کنم از جنایت های خودش نرفته اینها همون کسایی هستن که سی سال آمریکا رو محکوم میکردن به خاطری که شلیک کرده به هواپیما مسافربری بله اون هم جنایت بود اما اون آمریکا بود دشمن بود به قول شما شما که خودی هستید میگید داشت به یک پادگان مهم سپاه نزدیک میشد کدوم پادگان چه چیزی در اونجا بوده که مردم نمیدونن به جمهوری اسلامی که اعتماد است موظفم به نهادهای مستقل بین به افراد مستقل داخل اجازه بدن مشخص کنن این پادگان مهمی که هواپیما داشته بهش نزدیک میشده کجاست چی بوده کارش چیه که انقدر براتون اهمیت داشته مگه میشه هواپیمای غیر نظامی بلند شه و در یک کشوری که صاحب داره که ایران نداره متاسفانه اگر یک کشور صاحب دار بود اگر یک کشوری بود که مسئولیت پذیر درش وجود داشت هواپیمای غیر نظامی بلند شه باید تمام نهادهای اطراف تمام همه جای دنیا پدافند دارن همه جای دنیا دفاع نظامی و غیر نظامی دارن دفاع عامل و غیر عامل دارن هواپیمای بلند میشه باید اطلاع بدن مسیر هوایی رو مشخص میکنن ارتفاع پروازی رو مشخص میکنن حالا ما البته منتظریم که چند وقتی که بیان میگن خطای خلبان هم بوده از کریدور مربوطه خارج شده اما هیچ چیز این جنایت رو توجیه نمیکنه این همون حکومتی که ادعا میکنه که بایستی پیشرفته ترین سلاحها ها دسترسی داشته باشه برای دفاع از امنیت خودش بارها من گفتم امنیت این نظام یعنی ام، ناامنی مردم حالا باز ثابت شد به مردم کسانی که میگن اون کسانی که در خارج نشستن اون بیشرفهایی هایی که با عنوان اپوزیسیون از کشور خارج شدن و مدت هاست میگن ایران باید بمب داشته باشه سلاح هسته داشته باشه الان بیان جوابگو باشن بمب هسته نداره و اینطور مردم خودش رو میکشه چند سال پیش من در یه سخنرانی اینجا به شوخی گفتم که آمریکا و اسرائیل از ایران نترسن جمهوری اسلامی اگه بمبم به رو سر مردمش میزنه خیلی ها به من حمله کردن خیلی ها به من اهانت کردن واقعا هنوز اعتقاد دارم جمهوری اسلامی اگر سلاحی داشته باشه ضعیف کشی میکنه کمان که در مقابله با آمریکا رفت پادگان خالی رو زد اونم خدا بعدا مشخص خواهد شد پشت پرده توافقات انجام شده بود الان هم یقین دارم پیغام این دو روزی که میگن تحقیقات کردیم تحقیق نکردن دنبال واسطه تراشی بودن که کشورهای دیگر قانع کنن امتیازاتی بهشون بدن که کوتاه بیان و چیزی نگن و اینها هم قضیه رو لاپوشونی کنن با قاطعیت این رو میگم بعضی اظهار نظرها من میگم احتمال داره اما اینجور یقین دارم این دو روز رو مشغول لابی با سایر کشورها بودن دنبال واسطه تراشی بودن که آمریکا و استرالیا و کانادا رو یه جور قانع کنن که امتیازات پشت پرده بدن که اونها اطلاعاتشون رو افشا نکنن و جمهوری اسلامی هم تکذیب کنه کما اینکه تا بالاترین مقامات کشور سخنگوی نانجیب دولت تکذیب کرد گفت حمله نظامی نبوده این آقای سخنگوی دولت چهل سال مسئولیت امنیتی داشته با نام مستعار عباد از مقامات رده بالای شورای عالی امنیت ملی کشور بوده حداقل میتونه سکوت بکنه اون تکذیب نشانه این بود که اینها امید داشتن بتونن موضوع رو رفع و رجوع کنن اعتراف نکنن در این میان من یک نکته مهم باید بگم علاوه بر مسئولان دولتی که جنایتکار هستند یک سری افراد اومدن با قیافه های ظاهرا کارشناس من اسم میبرم خود مردم میدونن با بی بی سی مصاحبه کردن با جاهای دیگه از لحظه اول با قاطعیت گفتن که این نقص فنی بوده اونها کسیفتر از مقامات جمهوری اسلامی هستن که به خاطر پول میان کارشناسی خودشون رو میان کسی که میگه من با من با 35 سال سابقه کارشناسی میگم این حمله نظامی نبوده اون آدم قطعا شرف و وجدان خودش رو به پول فروخته بوده و اون آدم هیچ چیزی کمتر از فرمانده سپاه از فرمانده جنایتکار سپاه نیست اون اگر دستش برسه بدتر از فرمانده سپاهه به همین جد بایستی یک مطالبه مردمی من واقعا انقدر متاثرم هیچ هیچی به ذهن هم نمیرسی. باید همه دوستان دور هم بشن یه فکری بکنن این حکومت تا روزی که باشه سرنوشت ایران و ایرانی همینه دیگه کم خطرتر از یک هواپیمای غیر نظامی که داره یه سری جوون یک سری افراد عادی کشور رو میبره برای چند روز خلاصی تنفس در فضای آزاد از این کم خطرتر وجود داره که شلیک میکنید میکشید و بعدم دو روز سعی میکنید که تکذیب بکنید و وقتی وقت مطمئن میشید که راهی برای تکذیب نیست وقتی مطمئن میشید سایر کشورها اطلاعات کافی در اختیار دارن وقتی فیلم های موبایل پخش میشه که تا حدود زیادی نشون میده که چه اتفاق افتاده اون وقت اعتراف میکنید در جاهایی که بتونید داپوشید کما که در زندان هاتون میکشید و بعد میگید خودکشی کردن شما همون حکومتی یعنی جایی که بتونید جنایت رو مخفی کنید مخفی میکنید جایی که بتونید دزدی رو مخفی کنید مخفی میکنید حکومتی که ادعا داره در داخل سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و انگلیس نفوذ داره از تشخیص یک هواپیما غیر نظامی عاجزه ببینید اتفاق هر جا ممکنه بیفته اما جایی که اتفاق میفته نهادهایی وجود دارند بررسی مصادقانه میکنن اینکه خامنه بیاد بگه تقصیر احتمالی دیگه تقصیر چجوری میتونه باشه حق داره خامنه برای این که خامنه نه فرزندانش حتی در جنگ حضور داشتن نه بعدا مصیبت دیدن اگر مصیب، اگر مریضی براشون پیش بیاد از هاشمی شاهرودی و مهدوی کنید دیگه من خارج از کشور کمبود دارو براشون مهم نیست کم بوده نبود امنیت براشون مفهوم نداره البته دست بالای دست بسیاره من یقین دارم اینها به بدترین و از هم یک روز تصور میکرد که قدرت مطلق است من یقین دارم خامنه ای سرنوشتی بدتر از قذافی خواهد داشت برای کینه ای که ملت ایران از این آدم دارن کینه ای که از عواملش دارن کمتر از کینه ای مردم لیبی از قذافی نیست اما حتی اگه تکه تکه بشه خامنه ای اگه تکه تکه بشه فرمانده کل سپاه مردم صدها نفرین به روح کسی که به بهانه اون این اتفاقات افتاد بفرستن یک دونه از این عزیزان که رفتن برنمیگردن به همین جد همه بابا تلاش کنیم های پیدا کنیم از بی, بی تعارف میگم از کشورهای خارجی کمک بخوایم به ما کمک کنن هم به لحاظ خبررسانی هم به لحاظ مبارزه با این حکومت هر راهی داریم این حکومت ثابت کرد از هر دشمن خارجی بدتره کسانی که میشنن میگن که دعوای داخلی رو نباید بیرون برد امروز بیان جواب بدن آیا به این حکومت میشه اعتماد کرد حکومتی که هواپیما غیر نظامی رو ساقط میکنه و درست صبر میکنه تا... کاری که ببینید یه موقع میگن که یک پدافند مثلا بخش خصوصی این کار کرده نمیدونم کی این کار کرده که شما دو روز میخواست تحقیق کنید سپاه از لحظه اول میدونست شلیک کرده من روز اول گفتم پدافند تهران زمینی و هوایی در اختیار سپاه و این کار زیر نظر سپاه سپاه از لحظه اول میدونست شلیک کرده به همین جد از لحظه اول باید اعتراف میکردن نباید منتظر میشدن که خارجی ها بگن و این نشون میده در آینده اگر بتونن جنایتور رو کنن حتما خواهم کرد این حکومت ثابت کرد که نه تنها جان رهبر و سران کشور بلکه حتی یک پادگانش براش مهمه الان هم برای اینکه تو برای اگر راست میگن بیان میگن مرکز مهم نظامی که نزدیک فرودگاه بوده و به شلی کردن کجاست با خوشبختانه دنیای امروز راههایی وجود داره که میتونن دقیقا مسیر از آغاز پرواز تا لحظه اصابت رو مشخص کنن باید بگن در کجا این اصابت انجام شده حکومت این حکومت ادعا دا نوشتن در اطلاعیهشون که بعد از تهدیدات دولت آمریکا به مقابله به مصر شما که همه میدونن پشت پرده تفاهم کرده بودید کدوم تهدید کجا اما اونا هم بیاد بگید یعنی ببینید فرمانده جانشین فرمانده کل سپاه اومد مصاحبه کرد آقای فدایی و گفتش که آمریکا التماس کرده که ما ما کاری نداشته باشید حالا یکی بزنید ما هم تا... کار رو تمام میکنیم فرمانده کل ارتش اومد گفتش که 16 تا کشور واسطه شدن التماس کردن که ما کارشون نداشته باشیم پس تهدیدی وجود نداشته و شما هم آخرش رفتید پادگان خالی رو زدید در این زمینه دولت آمریکا هم باید جواب بده که در موضوع مقابله به مصر در موضوع کشتن سلیمانی و مقابله مثل ایران چه تفاهمات باشه برده شده تا زمانی که توضیحات داده نشه دولت آمریکا هم در این زمینه متهمه و باید جواب بده من امیدوارم در شرایط بهتر بتونم صحبت کنم و دوستانم صحبت کنم اما یک چیز رو میگم همون باید فکری بکنیم تا روزی که این حکومت باشه بایستی منتظر یک همچین فجایعی باشیم فجایعی که این یکیش رو ناچار به اعتراف شدن صدها مورد رو انجام دادن در زندان کشتن و زیر بار نرفتن برای اینکه هیچ نهاد بین المللی نبوده هیچ تصویر ماهواری نبوده و از امروز بعد روز هم خواهند کرد کما که همین روزها هیچ کس خبر نداره اون چند هزار نفری که در تظاهرات آبان دستگیر شدن سرنوشتشون چیه یادمون باشه این حکومت حکومتی که در روز روشن علنی هواپیما ساقط میکنه پس بدون در زندان ها با بچه های مردم چه میکنن همین موضوع با اتفاقا بهانه است که برگردیم و سرنوشت زندانیان های سیاسی رو بپرسیم این حکومت تا جایی که بتونه میگم در جاهایی که میتونه مخفی کنه که زندان های کیش هست حتما از جنایت خودداری نخواهد کرد همه رو به خدای بزرگ میسپارم